سلام و وقتتان بخیر. تشکر از اینکه بیننده برنامه سینما هستین. تشکر از همکار خیلی خوبم سورج جان که تاییدم برنامه را خدمت شما تقدیم کرد. بخش نیم نقاب برنامه سینما است و ما و عمر علیزاده در خدمت شما. البته در این هفته خواستیم بر شما یکی از چهره های محبوب دیگر سینمای افغانستان را به معرفی بگیریم. عرفان خان صافی یکی از سینماگران خیلی موفق کشور ما که کارهای تازه‌ش هم شما دیدین. اینا با ما در برنامه هستند. با ایشان اول سلام علیکم داشته باشیم. بازگان سوال ها داریم از شان میپرسیم ببینیم که چی جواب میتن و شما هم بیننده ما باشین. رفان جان سلام. قربانت ما هم در ابتدا خوش آمدید میگم شما را. عرض ادب دارم خدمت تمامی بیننده های عزیز برنامه سینما و خوشحال هستم که امروز شما را با خود دارم و از طریق برنامه شما با هموطنان عزیز خود هستم. زنده و سلامت باشی، افتخار بخشی. قربانت بخیر بشی. میخوایم در آغاز سوال خود از اینجا آغاز بکنم. چی هنر پیشه باشه، چی ورزشکار باشه، چی مجری تلویزیون باشه، هر کس یک گلگو در زندگی خود داره. عرفان خان که الگو قرار داده. بعضی میشه که اتفاقات بگویم چون تعداد بسیار محدودی است که چنین کار را میکنه. او همیشه میخواد خودش الگو باشه. عرفان خودش میخواد خودش الگو باشه برای دیگران. اما تا این دم سایز فیلم های خوب و خراب رو میبینم تا تفکیک بکنم که کار خوب چیست و کار خراب چیست. فیلم خوب از هر کسی که باشه، از هر هنرپیشه که باشه برای مهم نیست. فیلم خوب میبینم و خوب خوب میگم، خراب خراب. اما کوششم به خاطر کار خودم ای است که خودم بتونم در آینده یک الگو باشم برای نسل بعدی که وارد سینما میشه. تا به حال کسی هم گفتید کارفان ما از خودت تقلید میکنم؟ پایدم خواهلا نه، در حدی نیستیم هنوز که چون این چیزی بگویه و کوشش میکنیم که کار بکنیم. اگر از لحاظ کاری بگویم ما در سینما تا حالا هیچ چیز را انجام ندادیم و بسیار زیاد باید کار بکنیم، زحمت بکشیم تا بتانیم کار کوچکی را برای سینما افغانستان انجام بدیم. سلامت باشی، در کل کارت عالی است. ورود عرفان خان به دنیای سینما اکادمیک بوده یا آماتور؟ ورود ما به سینما آماتور بوده. آماتور آمدن برای سینما عیبی نیست، اما آماتور ماندن به نظرم عیب است. آماتور آمدیم ولی کوشش کردیم در کنار بزرگا خود گرفتیم تا بتانیم از نظریات و از حرفای اونا که برای ما میگن خودش یک درس است، یک چیزی را بیاموزیم. تا به حال در 4 فیلم نقش بازی کردی. به نظر خودم موفق ترین فیلم چانس بوده. بله، دو فیلم دیگه که ریلیز شده پلان و کمین، فیلم چهارمی به اصطلاح تالانوس تکمیل نشده، روی بازار نمیده و سیومی چانس بوده دیگه. دقیقا خب به نظر خودم چانس دیدیم. کمک دیدیم تریلر یایش در برنامه دفترم کامل در تلویزیون. به نظر خودم موفق ترین فیلمتان فیلم چانس بوده. قوت این فیلم در چی بوده؟ در فیلم نامه یا در نقش کسایی که در این فیلم نقش بازی کرد؟ در آغاز بگویم تهداب یک فیلم امو فیلم نامه است. در آغاز انتخاب یک فیلم نامه بسیار خوب متفاوت، یعنی یک چیزی که اکثرا دوستا با او مواجه بودن، همیشه فیلم ها را که می دیدن با داستان های تکراری بودن، ولی یک داستان متفاوت، یک داستانی که از درد و رنج و مشکلات درونی سینما سرچشمه گرفته. اولین کار ما فکر میکنم داستان بود، انتخاب چنین یک داستان و دیگه در ضمن کار صادقانه و عاشقانه تیم در کل از الف تا یا هر اون کسی که در عرصه زحمت کشیده کلگی از دل جان کار کرده. خیلی دیالوگای شیرین در فیلم استفاده شده. یک دیالوگ تان است که استاد استین بانش که بیایه مدقسش نیستم. همشکل ازی خیلی دیالوگای شیرین است. دیالوگ ماندگار تان ازی فیلم در کل فیلم هر ایسیش جالب است. ما وقتی فیدبک دوستا را میبینیم زیاد که سر زبان ها شده بشیر که یکی از صحنه های بسیار جالب و متفاوتی است و واقعا هر جایی که رفتیم با وجودی که هر صحنه فیلم دوستا تعریف کردن زیاد که مردم خوش کرده و بسیار زیاد مورد استقبال همگی قرار گرفته، حتی سر زبانشان قرار گرفته، صحنه بشیر است که آزار میدیم یک نفره، اگرچه نام از او چیز دیگه می باشه ولی بنام بشیر از اینکه او عصبانی نشه، اما اینکه در خط بازم عصبانی میشه دیگه. این صحنه واقعا صحنه بسیار جالب و دیالوگی که زیاد در فیلم چانس سر زبان آمده بشیر. حبیب یک بار بگو
خب باید یک کرکتری بود که این بشیر گفتن با اون قفاق زدن دیگه لذت زیاد سنه قسمه می باشه که در کل فیلم که ببینیم بچه که خواب و خیال و زندگی واقعی و همش یک فیلم است، یعنی در هر قالبی که میره خلاصه اکتنگ میکنه چون آرزوی شیست که باید اونر پیشه شوه و پول هم نداره و باید پول پیدا بکنه به هر شکل که میشه تا ای که اران چانسی که برای زی محیا میشه کوشش میکنه چانس را از دست نده و از امو استفاده بکنه تا ای که با چونین یک سنه سر میخوره که بخاطر پیسه باید یک آدم را قرار است بزنه لط بکنه و لط مستقیم نمیتونه باید یک رای را برای جور بکنه که بعد از او میره در اول خوب یک قفق محکم میزنه بعد از که او میبینه باید میگه کجا هستی بشی اگر بچه ما از روزی که نفری باشی دیاری در قصه ما نیستی و ما هم یک وعده میکنم در اخیر این بخش برنامه ما حتما بر شما عرفان خان یک تحفه دارم منتظر باشید. بله میخوایم آرزوی یک سینماگر افغان بدون. به نظر من سینماگر آرزوی نداره که باید من بادیگار داشته باشم، من در زیره بگردم و من بیلدینگ داشته باشم، من این و آن داشته باشم. چرا؟ اگر چون این آرزوهایی را میداشت با سینما را انتخاب نمیکرد. یگانه علت و دلیل ازی که سینما را انتخاب کردن میخوایم صادقانه مثل همون پرده سفید و همونطور پاک باشن بتونن برای سینمای خود خدمت بکنن. به نظرم بزرگترین آرزویشان ای است که حداقل سینما از این حالتش برای و به یک جای برسه، قدر هنر و هنرمند مردمش بدانه، بخصوص کسایی که در رأس دولت هستن بدانن دیگه. به نظر ما بهترین تحفه و بهترین آرزو برای یک ممثل اینمی است که وقتی کار هنری خود انجام میده در بیرون از جایی که با فرار نکنه. اما آهنگ پشتوش خیلی بود. دل دی وفادار وی زما دل لیلا مینا، دل دی وفادار وی زما د لیلا مینا، خدای دې د نظر نکړي دا زما وستان. و دیگه با مون گلون قیجان خوب میشینه آهنگ مقبول هم است. امی لوکیشن زمی آهنگ در کجا است؟ ای در یکی از ولسوالی های کابل طرف سروبی. واقعا خیلی جای مقبول است. خب تشکر از عرفان جان که بر ما وقت گذاشتی آمدیم پیشت و کینو هم بر ما اینجا گذاشتی. میرم باز برنامه خلاص شد، باز استفاده میکنیم ازش. حتما سپاسگزارم عزیز دل از خودت، از آیت رهبری تلویزیون زیبا آرزو و از تمام همکارانتان. واقعا در اواخر شاهد کارهای بسیار خوبی از تلویزیون آرزو هستیم. به مو منوال دیگه ما هم میخوایم یک توفیه داشته باشیم از طریق برنامه زیبای خودت برای تلویزیون آرزو و بعدن از طریق تلویزیون آرزو برای تمام هموطنان عزیز خود. ما منتظر هستیم توفیه چی هست؟ اون رو بشه دیگه بزرگترین توفیه اون رو توفیه هنری هست دیگه. ما میخوایم فیلم چانس را توفیه بتام در سال نو از طریق پرده تلویزیون آرزو نشر شود تا هموطنان عزیز ما ببینه و هی که دوست عزیز سر قسمت دوی فیلم چانس کار جریان داره و انشالله بزودی شوتنگاش آغاز خواهد شد بعد از یک چند روز کوتاهی که هوا کم خوب شد. و ای علاقمندات منتظر کارهای جدید هستن، کار جدید قسمت دومی فیلم قسمت دوی چانس است و یک سریال کمدی به نام واوای فیلم که او هم سه قسمتش ثبت شده و بنابر از اینکه تغییر موسمی شد انشالله که بزودی ماه عمل دیگه کارهای دوباره از سریال ما آغاز میشه دیگه هستیم انشالله ما در خدمت. خیر مرابطه حتما این فیلم در شبهای سال نو از آرزوی جدی فراموش نکنید، منتظر باشین فیلم جدی از آرزوی جدی. سلامت باشی عرفان جان، با عمرت برکت، تشکر از اینکه بر ما وقت گذاشتید. سلامت باشی. از شما هم تشکر که تاییدم با بخش نیم نقاب بودین. ادامه برنامه با همکار خوشتیپ ما سورج.